در کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید. اثری از رمان رولان، ترجمه محمود اعتمادزاده، بهازین. روایت شهرزاد فتوحی، کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی، تابستان بخش دوم. مارک مادر خود را نیرومند و بیباک می دید، سرگرم کار خیش، بی دغدغه درباره چیزهایی که مارک از آن می ترسید، و او شرم داشت که ناتوانی خود را در بیان آرد. از این رو می بایست که خود به تنهایی به یاری خود برخیزد. کار آسانی نبود، ولی می توان باور داشت که بچه خود را گرفتار مسائل بغرنج اندیشه نمی کرد. موضوع را به ابعاد خاص خود باز می آورد. مرگ آن بود که دیگران ناپدید می شدند. بگذار ناپدید بشوند، امریست مربوط به خودشان. ولی من، آیا من می توانم ناپدید بشوم؟ سیلوی یک بار در حضور او گفت: خب دیگه هممون می میریم. مارک پرسیده بود: منم؟ سیلوی خندید: او تو هنوز وقت داری. چقدر؟ تا وقتی که پیر بشی. ولی مارک بسیار خوب می دانست که بچه ها را نیز به زیر خاک می کنند. از آن گذشته او اگر هم پیر باشد باز خودش است. مارک روزی خواهد مرد. دیگر دچار وحشت شده بود. آیا وسیله‌ای برای سرباز زدن از مرگ نیست؟ می باید جایی، چیزی، همچون میخی در دیوار باشد که بتوان بدان آویزان شد، دستی که بتوان گرفتش. من نمیخواهم ناپدید شوم. و درست نیاز به چنان دستی میتوانست او را مانند آن همه کسان دیگر به سوی خدا بازآورد، به سوی آن دست دراز شده که از دلهوره آدمیان درون تاریکی جهانده است. ولی اینکه مادرش به نظر نمی رسید در جستجوی چنان تکیه گاهی باشد، کافی بود تا اندیشه‌اش را از آن دور بدارد. مارک حتی هنگامی که از آنت انتقاد می کرد، زیر نفوذ رفتار و کردار او بود. اینکه آنت به رغم آنچه در انتظارش بود توانسته باشد آرام بماند، خاطر مارک را آسوده نمی داشت، ولی ناگزیرش می کرد که مانند مادر راست به ایستد. هرچند هم که او پسرکی عصبی و لاغر و اندکی ترسو بوده باشد، پسر آنت بودن باز کم چیزی نیست. حال که او با همه زن بودنش ترسی ندارد، پس من هم نباید ترس داشته باشم. چیزی که بود در اختیار او نبود که مانند
بزرگترها به مرگ نیندیشد. اندیشه می آید و می رود. نمی توان مانعش شد. خاصه شب وقتی که خوابت نمی گیرد. خب آن وقت می باید به آن اندیشید و نترسید. انسان وقتی که می میرد در چه حال است؟ طبعاً مارک هیچ وسیله‌ای برای دانستن آن نداشت. او از دیدن هر گونه منظره مرگ برکنار داشته شده بود. فقط برخی تصویرهای موزه‌ها. مارک در تخت خواب کوچک خود راست دراز کشیده بر دیوارهای تن خود دست می کشید. چگونه می توان دید؟ یک گفتار بی احتیاطانه وجود پنجره ای را درست در همان نزدیکی بر او آشکار کرد. پنجره ای که بر غرقابی که با چندان اشتیاق می خواست در آن نگاه کند باز می شد. یک روز تابستان مارک دم پنجره وقت می گذراند. مگس ها را می گرفت و بالهاشان را می کند. خوشش می آمد ببیند چگونه دست و پا می زند. البته قصد آن نداشت که آزارشان دهد. با ایشان شوخی می کرد. بازیچه های زندهی بودند که شکستنشان هزینهی دربر نداشت. مادرش او را در این کار غافلگیر کرد. با خشونت خاص خود که نمی توانست بر آن چیره شود، شانه های او را گرفت و تکان داد و فریاد زد که پسرک پس فطرت و نفرت انگیزی است. خودت اگر بازوهات رو بشکنن چی میگی؟ مگه نمیدونی این جونورها مثل خودتو درد میکشن؟ مارک وانمود کرد که میخندد، اما سخت جا خورده بود. او بدین امر نیندیشیده بود این جانورها مثل خود او بودند. نه که دلش بسوزد، هیچ میلی به دل سوزاندن نداشت، ولی اکنون آنها را به چشم دیگری می دید. چشمانی نگران، دقیق، دشمنانه. اسبی که در کوچه می افتاد، سگی له شده که فریاد می کشید، مارک در کمین این همه بود. نیاز به دانستن در او نیرومندتر از آن بود که بگذارد ترحم در او بیدار شد. مارک که از زمستانی بی سرما و بی آفتاب ناتوان گشته بود، زمستانی خاکستری رنگ و مرطوب با گریپ های بی آزار و دامگستر که رنگ رویش را به کلی مکیده بود، مادرش به هنگام عید فصح در دره بیور یک اتاق روستایی به مدت 15 روز کرایه کرد. در آنجا تنها یک تخت خواب بزرگ برای او و بچهش بود. مارک این را خیلی دوست نداشت، ولی کسی عقیده‌اش را در این باره ها نمی پرسی. خوشبختانه روزها او تنها بود. آنت برای کارهای خود به پاریس برمی گشت و او را زیر مراقبت صاحب خانه های خود می گذاشت که مراقبتی هم از او نمی کردند. مارک زود جیم می شد و به دشت و صحرا می زد. کارش نگاه کردن و کاویدن بود. میکوشید در جانوران و در هر چیز به رازی که به خود او مربوط باشد دست بیابد، زیرا او همه چیز را در طبیعت به خود باز می آورد و به خود ربط می داد. در بیشه ها پرسه می زد. از دور هیاهوی گروهی بچه ها را می شنید. مارک خواستار معاشرت پسرهای دیگر نبود، زیرا زور به اندازه کافی نداشت و با این همه دلش می‌خواست که بر دیگران مسلط باشد. هرچه باشد باز به سویشان جلب شد.
نزدیک رفت و دید که 5-6 کودکند که گرد گربه مجروحی حلقه زده اند. تیره پشت حیوان در هم شکسته بود. بچه ها از سر بازی او را می جنباندند و آزارش می دادند و نوک چوب دستی های خود را به تنش فرو می کردند. مارک بیان که هیچ بیاندیشد به سوی آن گروه دوید و مشتها را به کار انداخت. کودکان پس از آنکه از این غافلگیری باز آمدند او را کتک زدند و هو کردند. مارک عقب نشست ولی در چند قدمی آنجا پشت درختان پنهان شد و گوشهای خود را با انگشت گرفت. نمی توانست تصمیم به رفتن بگیرد. بازگشت. بچه ها ریشخند کنان صداش زدند. آی لندهور می ترسی؟ یک کم بیا ببین چه جوری جون میکنه. مارک آمد. نمی خواست ترسو جلوه کند و از آن گذشته می خواست ببیند. حیوان با چشمی ترکیده و تا نیمه از حدقه بدر شده به پهلو خابیده بود و از کمر به پایینش خشک شده از همکنون مرده بود. نفس می زد و پهلویش بر می آمد و در حالی که از بیچارگی می غرید می کشید تا سرش را بلند کند. نمی توانست بمیرد. بچه ها در پیچ و تاب بودند. مارک نگاه می کرد و بر جا خشک شده بود و ناگهان سنگی برگرفت و با خشمی دیوانوار بر سر حیوان کوفت. فریادی خراشنده دلش را سوراخ کرد. مانند دیوانگان کوفت، قوی تر کوفت و هنوز می کوفت که کار به آخر رسید. بچه ها به ناراحتی نگاهش می کردند. یکی از ایشان کوشید شوخی کند. مارک که انگشتان خونالودش همچنان سنگ را می فشرد با رنگ پریده، ابروان در هم رفته و نگاه بدخواه و لبان لرزان به آنها خیره شده بود. بچه ها پی کار خود رفتند. مارک می شنیدشان که از دور می خندند و سرود می خوانند. با دندانهای به هم فشرده به خانه باز آمد. در خانه چیزی به هیچ کس نگفت. اما شب در بستر خود فریاد کشید. آنت او را در میان بازوان خود گرفت. پیکر نرمش می لرزید. چه خواب بدی این فرشته من، چیزی نیست. و مارک با خود می اندیشید. من کشتمش. دیگه می دونم که مرگ چیست. غرور هراس‌انگیز دانستن. غرور کسی که دیده است و نابود کرده است. و باز احساس دیگری که مارک نمیتواند بفهمد. احساس وحشت زدگی و کشش. رشته شگرفی که کشته و کشنده را، انگشتان خونالود و سر در هم کوفته را پیوند میدهد. این خون کدام یک از آن دوست؟ حیوان دیگر درد نمیکشید. آخرین دلهره های مارک هنوز بر جا بود. خوشبختانه در این سن و سال هوش آدمی نمیتواند برای مدتی دراز در یک اندیشه چنگ بیاندازد. این اندیشه اگر مارک میبایست بدان اختصار کند خطرناک میبود. اما تصویرهای دیگری از برابرش گذشتند و جریانشان از التهاب مغزش کاست. ولی آن مفهوم در جرفای آن ماند. حضورش دورا دور از طریق فروغهای تیره و حبابهای سنگینی که از میان لای و لجن ته جوی بالا می آمد دانسته می شد. زیر پوسته نرم هستی، هسته سفتی نهان بود. مرگ، نیرویی که می کشد. مرا می کشند. من می کشم. من نمیخواهم بگذارم که مرا بکشند. هر که زورش چربید. من مبارزه میکنم. غرور، غرور تیره و تاریک همچون زره نگهدارنده ناتوانی اوست. این فولاد را او از کجا به دست آورده است؟
جز از همین مادر که او به سبب تظاهرات محبتش حقیر می شمارد و نیز به سبب آنکه خود او به بازیش می گیرد؟ مارک از این نکته بی خبر نیست. حتی در روزگاری که سیلوی را به سبب نوازش‌هایش ترجیح می داد، پی به برتری آنت می برد و شاید از اوست که مارک تقلید می کند. اما در برابر اشغالگری این شخصیت که بیش از اندازه دوستش دارد، جا بر او تنگ می کند و تهدیدی برای زندگی اوست، ناچار است که از خود دفاع کند. مارک در برابر مادر خود سلاح به دست می گیرد و او را دور ترک نگه می دارد. برایش مادر نیست، دشمن است.